کاس کباب اردبیلین اتی خود اردبیلدن گلک به به یا شیاسه گوشت دشت مرغان دیگه درجه یک دیگه اونم مغز راسته ببین بکش پاره بشه مغز راسته دیشب مزه‌دار شده برای امروز برای فردا اونم امروز دوباره مزه‌دار میشه گوش یعنی باید اینجوری باشه دست چش لیزه تو دست وقتی دست میزنی به گوش باید پاره بشه این دیگه سیخ زدن نمیخواد نگاه گوش باید نرم باشه اصلا نیاز به جویدن نداشته باشه دایی قربونت برم این سیخا 250 گرم چنجه است آقا سعید خدا شاهده این گوش هستم خوردن داره فقط دایی این قلبگاه های گوسفندی و گوساله است اصلا مشخصه نخودی شده است آماده است پیاز آب گرفته به اندازه کافیشه فلفلشه نمکش چیز خاصی هم اضافه نمی کنیم دایمی پس گوشت و پیاز و فلفل و نمک نمیگم مشتمال ترکیش میشه او کلمک دایمی اعصاب نداری ها اعصاب وصابی افته دایی چینجه و جوجه و استخان و جوجه بی استخان با برگ مخصوص باید میرسه به اصلی ترین کار کبابی کباب کوبیده ای چند ساله توی کار آشپزی هستی؟ والا از زمان که چشمون رو باز کردیم به جای مامان بابا گفتیم کباب کوبیده و ساندویچ اینجوریم به غذا خوری 250 گرم لقمه مخصوص آرازمونه این کباب کوبیده مونه لقمه 250 گرمی این هم میره رو منقل این هم میره صاف میره روی منقل برای خوردنه مزه کاسه کباب به همینه کرا کجا میاد؟ کرا از اردبیل دشت مقان کرا گوسفندیه؟ 100% بهتر شک و اصل کاریه کره این زعفرونشه زعفرون هم میزنی؟ زعفرون درم کشیده مزهشو کلن عوض میکنه این خدایش اونقد نرمه گوشتو میزنه سیخو میزنه به سیری در میاد این کبابا خوردن نرازه کره زعفرونی روی کبابا این چی میگه اینجا آقا سایی سیخ کوبیده 150 گرمی هر کدوم 120 گرم 130 گرم حدودم جوجه دارم داخلش و اما یه فیله 250 گرمی گوسفندی هر کدوم یه دونه فیله 250 گرمی یه فیله 250 گرمی کامل میذاری نگاه کره دشت مغان کره گوسفندی گوسفندی محلی زعفرونی نهری سینی مخصوص یه سی سوجه با استخوان 800 گرمی داره این دو تا لقمه دو تا برگ مخصوص داره یه فیله همون پاموختن یوشاق یه هم گوجه داره بله میدیم واسه اصل کاریش فلفل آتیشی تان و میدیم برای اصل کاری سینی ممتاز آراز کره مخصوص 100% حیوانی خوشمزه اینم از پده زعفرونید حالا بریم واسه اصل ماجرا بله اصل ماجرا محلی دوستان سلام امروز اومدیم کاسه کباب و کت کباب سنتی اردبیل آراس تو بلوار دادمان اینجا فضای نشستن بیرونشونه یه شاتر با عشق هم دارن که نون میزنه هنرمند هم هست اینجا نوشته فود اسپای دم شما گرم چوک ساور اینا رو میسایید انواع شکلکار هم میزنه از خرگوش اینجا سالن نشستنشونه که خیلی قشنگه آقا اینجا چای سماوری دارن این هم از دوغشون خوب خوش کلفت این سینی مخصوصمون این کاسه کباب ممتازمون با دورچین پیچاخ قیمه غذای سنتی اردبیل به اضافه دوغ محلی اردبیل صحبت اردبیل بشه آش دوغ هم به راهه دوستان اگه تا 20 خرداد ما از طرف پیج ما بیاید کاسه کباب اردبیلی آراز تو بلوار دادمان بین پاک نجات و فرحزادی میتونید رو فاکتورتون 15% تخفیف بگیرید آقا اینجا غذای سنتی اردبیل رو دارن کباباشون هم که کار دایی حمیده بود درجه یکه بریم برای معرفی؟ بریم برای معرفی اینجا از پیچاق قیمه اردبیلی دارن تا این سینی کباب که این سینی کبابشون یه دونه جوجه با استخون داره دوتا لقمه داره دوتا برگ داره یه دونه فیله داره با دورچین قشنگ برای 5-6 نفر کافیه کاسه کباب اردبیلی مخصوص مخصوص این میشه ممتازش مخصوصش هم دارن ممتاز جوجه کباب داره مخصوص کباب داره
ولی خب داشته باشه خیلی بهتره دیگه، لذیذتر و باحال‌تر باشه. حرف از غذای اردبیلی که میشه دیگه آش دوغ اردبیل. این پیچاق هم که بهرام گفت اینجا به روش سنتی میپزن، پیچاق قیمه. اینجا میرزا واسمی هم دارن کنار غذا، از این دوغ هم سفارش بدید که کلی مزه میده. دایی همین اینم کباب کاسی کباب اردبیلی چجوری میزنن؟ کاسی کباب اردبیلی اول باید نیت کنی آقا سعید. نیتش مهمه. نیت گرد برداشتی برمیگردونی روی برنجت. یعنی خوردن کاسی کباب اردبیل همینه. اینجوری میرم سر روی برنجا. نشون بده یه دارم اینجوری میتونی اول کتر اینجوری قشنگ باز کنین. بریم سراغ کاسه کباب دوم. اینم از کاسه کباب بعدی داره دستم بگیرم. اینم میاد اینجا. به به کبابا همچین میرسه به این برنج ایرانی. عجب چیزی شد. جاتون خیلی بچه‌ها. جاتون خیلی بچه‌ها.